ارسال میشه درون محوطه، یه ضربه سر موقعیت برای پیکان و توپی که به بیرون زده میشه. کوتاه موقعیت پشت محوطه جریمه برای تراکتور و ضربه‌ای که در دستان آیراپتیان قرار میگیره. بیشتر رو به ضد حملات میارن برای گلزنی. یه فرصت عالی برای تراکتور، داره تک به تک میشه که حالا ضربه کورنر زده میشه روی تیر یک، بی ثمر، توپ بیرون میره. یه ضربه بلند مرکز محوطه جریمه، ضربه سر زده میشه، قبلش داور بازی رو متوقف کرده. این درگیری ها به هر حال منجر به اعلام خطا شد. پیکان در ضد حمله حساب توپ پشت محوطه جریمه، فرصت برای پیکان، همچنان موقعیت هست و ضربه‌ای که رشید مظاهری در اختیار میگیره. پشت توپ با پای چپ این توپو ارسال میکنه، موقعیت و ضربه سری که از بالای دروازه عبور میکنه. ایمانی توپو به وسط میاره، شجاعی توپو کاش، ضربه راه دور و تیر دروازه که به لرزه در میاد. آفساید هم نیست، فرصت ایدئال برای پیکان، تک به تک و بازم تیر دروازه. خدا بنده لو از سمت چپ ضربه کورنر به شکل کوتاه پشت محوطه جریمه، فرصت عالی برای تراکتور، یه برخورد و کرمانشاهی که بازی رو دنبال میکنه. کریبی توپ ارسال میکنه داخل محوطه جریمه، فرصت برای پیکان و توپی که رشید مظاهری فوق‌العاده توپ از اون رو بودند. داور بازی رو متوقف میکنه، به سمت ویسی میره و به او اخطار نشون میده و با کارت قرمز ویسی باید زمین مسابقه رو و نیمکت رو ترک کنه. فرصت برای احسان حاج صفی، او حرکت میکنه، شجاعی رو پیدا میکنه. انتخاب شجاعی برای این پاس چه بازی کنی خواهد بود؟ بلند توپو میفرسته، خروج آیراپتیان، دروازه خالی که باز نمیشه. چه موقعیتی از دست داد احسان حاج صفی، توپو ارسال میکنه، موقعیت عالی، گل توی دروازه. البته پرچم کمک داور به نشانه آفساید، این خوشحالی سرخ پوشان تراکتور رو به پایان میبره و این هم سوت پایان دیدار. تساوی 0-0 تراکتور برابر پیکان در این دیدار حساس.